دارو سر کلاس. آقا یه عکس میگیری ازم؟ بجون ببینم عکس بگیر ازم؟ آره بشه از عکس بگیر. تو ماجره این کفشا رو میدونی؟ آره. چه؟ بچه های کلاس کفشای کهنه خودشو و به جایی که بندازن دور داخلش برز میکنن. تو هم داری کفش اینجا؟ آره. کدومه؟ این. همینو بگی دست دست در عکس بگیر. واقعیتش دیگه من فکر می‌کنم باید یه سرفصلی داشته باشیم، چون حالا فکر می‌کنم هیچی بهشون نمی‌تونم یاد بدم. ببین مثلا آقای دکتر الان همین که سرشون گرم باشه خیلی هم خوبه. منم چند جا سپردم برای معلم، یه کتابم بهتون دادم برای کمک تدریس، اونم خیلی میتونه براتون مفید باشه. بله خانم جعفری، من می‌خواستم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم، یعنی در مورد این موضوعی ازتون بپرسم. آقای موسوی، آقا عارف بفهمید. آخه انقدر ازش تعریف شنیدم، انقدر همه ازش حرف میزنن، بچه ها، خود شما، همکارا، جالب بود برام. ایشون رابطهشون با همه خیلی خوب بود. من شنیدم جا کسی رو نداشته، واقعیت داره؟ بله درسته. یعنی این وقتی فوت کردن هیچی اصلا نیمه از سرابشون بپرسه چی شده؟ نه متاسفانه. عجیبه اینکه هیچ خانواده ای نداشتن، هیچ کسی، یعنی هیچ خانواده ای نبوده بپرسه که کجا رفته، چی کار میکرده، الان چه اتفاقی افتاده، هیچی. آقای موسوی خانواده آشفته ای داشته، بچه بوده تو افغانستان مادرش فوت میکنه، پدرش هم آدم سر به راهی نبوده، بچه ها هر کدوم زیر دست یک کسی بزرگ شدن. پس فکر کنم برای همین اومده ایران دیگه، درسته؟ بله از وقتی میاد ایران هم آقای عبدی دیگه همه کس و کارش بوده، همین جا زندگی میکرده، تو همین محل خونه داشته. والا ما اوائل که اینجا رو تحویل گرفته بودیم تا یه سالی همینجا زندگی میکرد، همین اتاقی که دفتره همینجا. بعدش که دیگه تعداد بچه ها زیاد شد ما اون اتاق رو کردیم دفتر و ایشون هم برای خودش یه جایی رو اجاره کرد. ببخشید من این حرف رو زدم، نمیخواستم ناراحتتون کنم، اونجور کنجکاو بودم. نه خواهش میکنم، این زندگی غم‌انگیز تو این سالا نصیب خیلی از افغانستانی ها شده. ولی من مطمئنم که روحش آرومه، یعنی شک ندارم که الان حالش خوبه، به خاطر اینکه این مدرسه الان دست شماست، یه آدمی که به اندازه خودش دلسوزه، حتی بیشتر. نه واقعا آقای موسوی یه جور دیگه ای عاشق اینجا بود، تو این سالا خیلی از فرصت های زندگیشو به خاطر همین مدرسه از دست داد. ببخشید من باید برم. خواهش میکنم. شادی جان، خانم رجبی. جانم جان، من باید برم کارگاه، یه کاری پیش اومده. داری میری کارگاه؟ آره. شما میخوای بعد ماشین بگیری؟ آره آره، فقط برو خیلی سریع بیاد. من میرسونمتون. من دیگه کلاس ندارم، میتونی بری. مسیرتونه، مزاحمتون نیست. نه با خواهش میکنم. بگیر خستتون درد نکنه. نه دیگه. من باید برم دفتر که مقنعمو کیفمو بردارم. منم کیفم دفتر. ببخشید من عقب نشستم. نه با خواهش میکنم. من فکر میکردم شما فقط مدرسه کار میکنم، نمیدونستم که جای دیگه هم هست. یه روزایی هم میرم کارگاه واسه حسابداری. تو دانشگاه هم همین رو خوندی؟ حسابداری خوندی؟ نه من دانشگاه که جامعه شناسی خوندم، حسابداری یه کلاس رفتم.
اگه کل بار مدرسه رو دوشه یه نفره به نظرم خیلی سخته. ولی اینجور وقتا یه نفر باید همه چی رو دستش بگیره. منم دارم همه تلاشمو میکنم که مدرسه از هم نپاشه. فقط همون یه واحد فروخته شده؟ بله. تو چند تا واحد داری؟ 18 تا. خوبه. 50-50 شریکی درسته؟ بله. پسرت هم اینجا کار میکنه؟ کار میکرد قبلا. نه من فقط امروز اومدم بابا، حالش خوب نبود، گفتم تنها نباشه. شما هم نمی اومدی امروز؟ خسته هستی از عزاداری برگشتی؟ نه اشکالی نداره. خب آخریتون باشه، شرمنده من نتونستم بیاریم. اشکال نداره، شما حواست به اینجا باشه مهمتره. چشم، اینا به هم ریخته هست، من مرتب میکنم میارم خدمت. باش. با اجازه. خب بگو ببینیم علی جان، چی به چیه؟ لیست دارایی ها نوشته شده اینجاست. الان حساب برمان یاد براتون توضیح میدم. اینجا موجودی گاف صندوق چی؟ اونا را نوشته نکرد، مرگمان نداد داره. خیلی خوب، کلید گاف صندوق بده من خودم راست فرستش میکنم. چیه؟ هیچ. اجازه بده کارهای نوزار برسه تمام بشه. همین یک کلید که نیسته، باید بشینیم حساب کتاب کنیم، شماره در جریان خیلی چیزا بگذارم. تو چی کار به انحصار وراثت داری؟ تنها وارثش منم. مرشی تنها وارث شما نیستی، تا جایی که من میدانم بابا عزیزم هست. من شریکم، نمیخوام اذیت بشه یا مشکلی بینتان پیش نیاد. نمیتونم کلیدا بدم تا مراحل قانونیش نشه. تو نگران بابا عزیز نباش، پدر بزرگ منه. بله درست هسته، من ایشان خودش سالم هسته، اگه بخواست به شما وکالت بره یه چیز. علی جان من باید بدونم چی به چیه، چی میاد تو کارگاه چی میره. شد؟ خب ارشاد و مدارک دارایی ها اینجا هست، میتونید نگاه کنید. حالا اون گاف صندوق هم محتویات شما بار میگیره و خیالتان را راحت کنید. کاش میشد خانواده عارف رو پیدا کنیم. برای چی؟ میدونم، خب شاید کاری کمکی چیزی بتونیم براشون بکنیم. مثلا یه کاری که اگه خود عارف زنده بود براشون انجام میده. تا جایی که من میدونم ارتباطی با خانوادهش نداشته. یعنی شما همکارای دیگه هیچ کسی ازش از خانوادهش نشونی نداره؟ چرا اینقدر براتون مهمه؟ نه همینجوری، آخه از وقتی فهمیدم که عارف مدرسه رو تأسیس کرده همینجوری دلم میخواست یه کاری براش بکنم. چرا؟ مگه میشناختیش؟ نه نه، من اصلا ندیده بودمش. شما اگه میخواین کمکی بکنین مدرسه بهترین گزینه است. شما به مدرسه کمک کنین، روح عارف هم شاد میشه. وا
واحدی که رحیم به تازگی فروخته پولش تو حساب کتابا نیومده. اون واحد از سهم خودش فروخت. قرار نبود پولی به ما بده. خدا بیامرز عارف یک مشکلی داشت به خاطر اون پول. یک بدیه به پسر به حمید داشت. بچه میخواست از ایران بره سهمش هم میخواست. حمید هم سهمشو گرفته؟ نه. سهم حمید هم گذاشت داخل صندوق. ما هم کردو دست ندادیم صندوق. او پولی هم که با عارف داد در حساب شخصی داد تو حساب کتاب و شرکت نمیاره. خیلی خوب. خیلی خوب. به حسابدار زنگ زدی زودتر بیاد حساب کتاب رو مرتب کنیم؟ بله. الان دیگه میرسم. تیراهن شماره 16 کارگاه سازه‌گستر. چند شمارش؟ 1819. درست. فاکتور لطفا. سیمان 5 تن بوده، یه تنش بعدن اضافه شده. جمع پرداختی 128,700,000. درست است. حساب این ماه؟ تیراهن لانه زنبوری 1,5,652,000 1,29,200,000 34,852,000 تومن. بله. مایق حرارتی 1,7,900,000 1,3,500,000 11,400,000 تومان. لوله گالوانیزه 11,389,000 2,450,000 13,839,000 تومان. شما هم اهل قند و شیرینی نیستی نه؟ نه من شیرینی نمیخوام. آقا بچه این فاکتور گچه رو بده. دستموز گچکاری 1,9,200,000 1,3,400,000 12,600,000 آخرش. ماشاءالله ریاضیت قویه ها. بله. فاکتور دیگه نمونده؟ تمام شد. تمام شد. چهارده ساعت کار روزانه دارم تشریف میارن اینجا. خسته نباشید. حافظ ببی مامان زنگ زد دایی پشت تلفن انقدر گریه کرد عذرخواهی کرد جیگرم براش کباب شد. آقا بر چی مامان این کارو کرد؟ الان بیدار میشه آروم بگو دیگه. بابا خوابیده دیگه. آخه من آقا برگشتم بهشون گفتم یک ماه دو روز در هفته رو میرم تا کارم سبکتر بشه. حالا هی داستان هی آشوب. من نمیفهمم واقعا. بابا تو که مامانو میشناسی نمیخواد رو حرف دایی حرف بزنه. این چه کاریه؟ اینا که خیلی وقت نپوشیدی. نه برای پوشیدن نمیخوام، کار دیگه دارم. ببین حافظ نمیتونی بگی یکی از دکترای درمونگاه کمکت کنه؟ آخه الان فقط بحث درمونگاه نیست. اون یکی بحث چیه؟ به کسی نمیگی؟ من دهنم لقه. ببین من به یکی قول دادم که
یه ما برم نیمه وقتی مدرسه درس بدم. حافظ تو خولی؟ کم بدبختی داری تو درمونگاه، رفتی یه کار تازه هم بر خودت تراشیدی؟ کارا رو من خودم میتونم ردیف کنم، حالا برم درس بدم، یه تجربه است که چه اشکالی داره؟ تجربه است که مگه تو معلمی؟ حالا قرار نیست که برم معلم شم که، یه کمک موقت یه ماه است. حالا کدوم مدرسه است؟ جعبه نداره اینا؟ من نمیفهم این همه کفش ما میخریم چرا یه جعبه تو خونه نیست؟ ببینم تو رو. بله. میگم ببینمت. نکنه این همون مدرسه است که مدیرش کشته شد؟ ای وای. من میگم تو هی داری گن میزنی بعد میگی نه. خب چی کار کنم؟ من دلم میخواست یه کاری بکنم، دلم میخواست خانوادهشو پیدا کنم. ولی خانوادهشو پیدا کنی که چی بشه؟ بری بگی ببخشید من در باز نکردم، نمیدونم برادر شما، شوهر شما، پسر شما مرد. خب تو میگی من چی کار کنم؟ حالا چی کار کردی؟ خانوادهشو پیدا کردی؟ نه بابا، بنده خدا کس و کاری نداره اینجا. بعد چون گفتی کس و کاری نداره من برم معلم شم. من یه سوال از تو عاجزانه میپرسم، جواب منو بده. بفهم. به نظر شما این منطقیه که شما مطب و شغل آینده تو به خطر بندازی به خاطر یه کار موقت؟ این هم شده اینه مامان، به خطر بندازی چی آقا؟ من گفتم یک ماه دو روز در هفته رو میرم اونجا کار میکنم دیگه. خوابیده. تو چرا اینجوری میکنی؟ تو هم عین مامانی ها. من اینقدر با تو حرف میزنم شدم عین مامان؟ چشم رو. حافظ جان من مثل خودت خرم. از شما درد نکنه، من خر نیستم. ولی تو دیگه خیلی خری برادر من، به همون اندازه که مقصری عذاب وجدان داشته باش. الان میشه به من بگی اندازه عذاب وجدان من چقدر باشه؟ خوبه؟ بله کم. به من قسم پزشکی خوردم که کارم رو درست انجام بدم، جون آدم ها رو نجات بدم، ولی الان اینجوری نشده، یه نفر مرده. الان به من بگو اندازه عذاب وجدان من چقدر باشه خوبه. الان یه ماه بری اونجا درس بدی تموم میشه این ماجرا؟ ببین منو، تموم میشه این مسخره بازیات؟ اصلا تو بگو من 100 سال برم تو اون مدرسه درس بدم، عارف موسوی بیچاره زنده میشه؟ ها؟ همین دیگه. تو الان باید این ماجرا رو تو خودت حل بکنی، به هیچ کس هم ربطی نداره. فقط هر چه سریعتر تمومش کن. ببین چند وقت الان درگیر این ماجرایی، دوباره میفتی تو اون وادی افسردگی خودخوری ها. نه الان اینجوری نیست. الان حداقل یه جایی هست که من برم کمک کنم، برم درس بدم، حداقل خودم آروم بشم. حالا چیزی جبران نمیشه، ولی خودم که آروم میشم. ببین من میخوام توی اینا بذر بکنم. خب به نظرت شدنیه؟ تو این؟ آره. جا قحطیه؟ حالا میخوام بکنم، چیکار داری؟ اسم سلیقش گرفته. حالا پیکنیک فردا رو چرا نمیای؟ چون که وقت ندارم واقعا، این همه کار دارم. بعد نمیفهم شما برای چی وسط هفته میخوام بریم پیکنیک؟ عجب آدمیه ها، ما که هر ما داریم میریم، چرا این سری میگی؟ خب اشتباه میکنین، اشتباه میکنین که هی وسط هفته پا میشیم میریم پیکنیک. آقا من اصلا وقت ندارم، واقعا تو کارهای خودم موندم، پاشم بیام پیکنیک. چرا ما فردا رو فقط به خاطر مامان داری میریم؟ چرا؟ چون دلش میخواد هر چه سریعتر از دل دایی در بیاره. اتفاقا نگارم گفت من خودم میام دنبالتون، حافظم حتما باید باشه. خب من اصلا نمیام، چون نه وقت دارم نه واقعا با این اتفاقایی که افتاده حوصله شو دارم. حافظ جان این کارو با زندگیت نکن. چه کار با زندگیم نکنم؟ چه اینجوری حرف میزنی؟ آقا اصلا چرا آخر هفته نمیریم؟ میگه آخر هفته. بابا آخر هفته دایی جراحی داره. کار دایی مهمه، کار من مهم نیست. من مشکلم با شما اینه. کار نداره، میگم دایی جراحی داره. به من داری جراحی یاد میدی الان؟ آی الان یه چند وقته تو دلم یه چیزی میخوام بهت بگم، دنبال فرصت میگردم، الان فرصت میشه. چی؟ بگو بگو. حافظ بگو دیگه، الان ماما میاد. ببین چرا تو زندگی یه لحظه به من اجازه نفس کشیدن نمیدی؟ ببین چقدر بی‌تربیتی.
میگم کاش کلید خونه رو از علی جان میگرفتی. مگه نشنیدی چی گفت؟ بابا جان دیگه اینجا رو که با ما شریک نیست آخه. آقا جون من اون خودشو الان حافظ منافع رحیم میدونه. ای وقتی من رفتم بیمارستان وسایل رحیم رو تحویل بگیرم همین یه دست کلید تو وسایلش بود. حالا باز نمیشه دیگه؟ نه نه دیگه بابا تا اینجا که اومدی یه دقیقه بیا خودت برو. من نمیتونم که آخه حرف نزنی برو بالا پیچون آبرومون رفت. بذار کفشم رو در بیارم میزنم تو دهنه تا بی برو بالا دیگه بشن قلا پیگه بابا نگفتم گرفتم برو برو بول. یالا دیگه عجب خونه یه بابا زهر مرگی برو بالا مرد شور تو ببرن هومن هومن چه دروانه میکنی؟ بفهمونی کاری داشتی؟ باز مسخره بازی در برد نکن این کار رو بیدی چهرتون برام آشناست کنار داره با حکومت میگردم عصبانی خوشم نمیاد از این رفتارا مسخره ای مسخره ای مسخره بیکن فر رو خون در رو ببند اون در رو میشه احمقانه ترین راه اونه که اول به ذهنت میرسه. بله درست میفهمم کلیدارو بگم برو کنار ببینم برو اونور ببینم هی این وسط هی جی بول بخور جلوی من این ور ببینم بفهمید آفر بفهمید همیشه هم این بیشور فکرش احمقانه نیست رو همین دست کلید بود حرف نزن حرف نزن خیلی خوش اومدی نونار بازی در نیار بیا تو باشه دیگه به به چه خونه ای میگم این چیه؟ چی؟ این عتیقه هست نگاه؟ نه قدیمیه فکر نمی کنم عتیقه باشه ماره زمان خونه پدریه یعنی چی؟ یعنی اون موقع رفته اینو از زیر آوار در برده؟ آره خیلی چیزا رو از زیر آوار کشیدیم بیرون نه همش یادگاریه ای خودی دلتو صابون نزن میگم این طلا و سکه اونا رو کجا نگه داشته گاف صندوقش نیست همشون نریز بابا نگاه کن پیدا کردم گاف صندوق بابا شوخی کردم گاف صندوق کسی اینجا نمیذاره بیشعور دیگه آخه این کلاه رو من براش خریده بودم چه خوب نگهش داشتی آره قشنگم هست بابا نظر سره چرا؟ اگه نمیدونی وسیله مرده اگه استفاده کنی ازش میتونی یه بلایی سرت بیاد بابا
باور کن جدی میگم، مثلا یهو دیدی روحش اومد افتاد دنبال دیگه ولت هم نکرد. اون وقت پولشو برداری روحش خبردار نمیشه. اومن بودو بریم دیگه، چیزی تو خونه نیست دیدی که. باشه بابا بیا ببین چی پیدا کردم، ببرم اینو نشون بدم ببینم چیه. من به تو چی دارم میگم؟ میگم آقا جانم اینا یادگاریه. بابا جان تا الان که دست شما نبوده، از الان به بعدم فکر کن دست شما نیست. از حالا به بعد میخوام نگهش دارم. بذار سر جاش. بیا میذارم سر جاش. میبری بذار سر جاش. اون یکی هم گفتم بابا این که دیگه برای خودمون آخه. تو از یه گوشی قدیمی هم نمیگذری، حداقل احترام مرده رو نگهدار. خدا بیامرزتش، فاتحهشو میدم. خوب بابا جان شنیدی بابا تا ما چی بود؟ به این جان هم نبیش نگم اینا بود که نبیبینم. خیلی با مزده سابه نه؟ کجا؟ کجا گناه داره؟ داره گناه داره بیشور بابا جان. کجا میخوایی؟ میمیره الان اینو خواهی ببریم با خودمون؟ بله. شریک نبود؟ نه رحیم اصلا منو به عنوان شریک قبول نداشت. بفرمایید جناب سر. دستتون درد نکنه. از این شکلات هم میل کنید. سختتون نیست اینجا رو بگردونیم؟ راستش من تو زندگیم خیلی کارا کردم جناب سر. خیلی کارا. از رستوران داری نمیدونم، ابزار فروشی، چه میدونم جوشکاری بگیری تا رانندگی آرایشگری. البته خودم یه رویه هنری دارم، یعنی فکر میکنم اگه رفته بودم تو کار هنر قطعا الان یه هنرمند بزرگی میشدم، ولی حالا نشد. دیگه چیکار کنیم، کاسبی کاسبیه دیگه. بعدش هم نمیخوام زحمت رحیم هدر بره. پس چرا این همه وقت برادرتون نیده بودی؟ راستش من یه پولی ازش قرض کرده بودم، نداشتم هم بهش بدم، یعنی اصلا روم نمیشد بهش زنگ بزنم. اون یه وقتایی پیامایی میداد. پس برای پولش پیگیری میکرد؟ مستقیم که نمیگو، ولی خب لابد دنبال پولش بوده که پیغام میداده، وگرنه اصلا کاری به من نداشت. پسراتون باش ارتباطی نداشتن؟ نه اونا هم زیاد نمیدیدنش. پس رابطه خوبی نداشت؟ من با اون خوب بودم، اون با من نه. آقای عبدی اخویتون با افغانستانی ها میونه خوبی داشت درسته؟ بله. شریکش افغانستانی بود و عارفم خیلی دوست داشت. بله خدا بیامرز این پسره رو از بچه های من بیشتر دوست می‌داشت. عارف رو چقدر می‌شناخت؟ عارف بچه بود که از افغانستان اومد پیش ما. من و رحیم اون موقع مشهد بودیم، بعدش هم که من کلن اومدم تهران. تا همین چند سال پیشم با هم زندگی می‌کردم. رحیم خودش بچه هم داشت؟ نه خیلی سال بود از زنش جدا شده بود، سر همین بچه دار نشدن اصلا سرخورده شده بود.
از خاطر همینم هی بی خودی به همه محبت میکرد و مدرسه رو داد به عارف. بله، وگرنه اونجا اموال این شرکت و کارگاهه، اصلا اونجا رو خرید که بکوبه بسازتش. اون تا رگ خوابش دست علی جان و عارف بود، انقدر نشستن زیر باش که ملک به این خوبی رو کردنش یه مدرسه برای افغانستانی‌ها و این عرض به حضور شما این بچه های کار جناب سرهنگ، همش در رو دکونه به جان خودم. رحیم دشمنی چیزی هم داشت؟ نه، آدم خوشنامی بود، یعنی اصلا سرش تو کار خودش بود. ببخشید اینو میگم جناب سرهنگ، چرا اینو پرسیدین؟ جواب پزشک قانونی اومده کشتنش. حالا اینجا میگه یه ضربه‌ای پشت سر برادرتون خورده بود. آها، اونو که یادمه، مال بچگیه. اون سالی که زلزله اومد چند ساعت طول کشید تا ما رو از زیر آوار بیارن بیرون. وقتی هم رحیم رو از زیر آوار آوردن بیرون پشت سرش ضربه خورده بود، بعدش هم مدت بیمارستان بود و خوب شد. بعد حالا مثلا یه گاهی سردرد و یه سرگیجه و یه تاری دید پیدا کرده که اونم چیز خیلی مهمی نبوده. غیر از اون ضربه یه زخم دیگه هم پشت سرش بود. جدی؟ من نمیدونستم. یعنی کشتنش؟ آقای عبدی، موقعی فوت عقبی شما کجا بودید؟ من خب یا تو مغازه بودم یا خونه دیگه، یعنی جای دیگه ندارم برم. جام سرهنگ، شما یه جوری به آدم نگاه میکنین انگار من برادرم رو کشتم. خسته نباشی آباش. سلام. این چراغه کار میکنه؟ ولی سالم است. چه با منزه است. با اجازه. خدا حافظ. جا بده من رو اعلام میبرم. نمیخوام. چرا؟ دیگه نمیای. خب برو به کارت برس. حالا داری به من تیکه میندازی؟ تیکه میندازم؟ من هرچی میخوام رابطه تو با دایی خوب بکنم توی پس میزنی. من رابطه‌ام با دایی هیچ مشکل نداره، خیلی هم خوبه. حافظ جون شما که نمیای، حداقل کمک و اینا رو ببر. آفرین شعوره. بخن. کفشم رو بهم بده دیگه. خیلی خوب. من چی بزن پشت کمرم. یه برو. حرف میزنی. حافظ. تموم شد؟ بودو دیگه مشتاد، بودو باز چی کار داری؟ بریم دیگه. برو به کارت برسن، خودم از پسش برمیم. حالا چه رفته دیگه؟ چه تباز؟ از خودت بپرس. آخه کی وسط هفته میره پیکنیک که ما داریم میریم؟ دلت که باشه هر وقت دوست داشته باشی میری، البته اگه دلت باشه. من نمیفهم شما چرا متوجه نمیشین که من کار و زندگی دارم، بیکار نیستم. کار زندگی تو منم حافظ، چون من اینو میخوام. تو اصلا از اون درمانگا چقدر در میاری ها؟ بابای من بر تو مطب گرفته که تو کمتر کار کنی بیشتر پول در بیاری. اصلا هر وقت دوست داشتی نری اونجا، با هم بریم بیرون بگردیم. من واقعا نمیدونم آدم برای یه ازدواج دیگه چی میخواد. آخه کی برد اومدش انقدر سنگ تمام میذاره؟ وایسا کجا داری میری؟ وایسا با من حرف بزن. من حرفی ندارم بزنم، اگه تو چیزی مونده که بگی بگو میشنوم. فکر کردی تو این مدت حواسم بهت نیست؟ از وقتی که بهت گفتم یه آزمایشگاه با هم بزنیم همینجوری نگفتنت شروع شد. با من میخوام یه کار بکنم که قشنگ زندگیمون خوب بشه، ولی تو اصلا خودت نمیخوای. البته حق
حقم داری دیگه. وقتی یه چیزی مفت دست آدم برسه همینجوری براش بی‌ارزش میشه. کاش میفهمیدی که چقدر حرفت آزاردهنده است نگار. اگه اصرار تو دایی نبود من ترجیح میدادم خودم این کارا رو بکنم. که الان تو روم وای نستی بگی مفت و مجانی به دست آوردی. به هر حال پدر من لطف کرده. توقع هم داره که لطفش قدر بدونی، نه اینکه بخوای اینجوری این حالشو بگیری. پدر من در قبال تو بعد اونجا جواب پس بده. اینو میفهمی؟ ای نگو پدر من، پدر من نگار. من اینقدر وجودشو داشتم که برم درس بخونم، تخصصمو بگیرم. اگه من بابای تو نبود همین اتفاقا میافتاد. اگه روال مرسومشو میرفتم همون مطبو میگرفتم. نگار دفعه آخر باشه که سر من داری منت میذاری. نگار خواهش میکنم دیگه از این حرفا نزن. مرا تا که